از نقاط مختلف جهان، به خصوص از آمریکای شمالی، از ایالات متحده آمریکا آدم ها به اینجا میان، از اروپا به اینجا میان. یکی از اون کسانی که به اینجا اومده و از آمریکاست یاسمینه که از ایالت آریزونا اومده. یاسمین، برای چی تو این همه راه کوبیدی اومدی بیای تورنتو؟ خب این برنامه یونیکیه که هر چند سال یه بار برگزار میشه، اما متاسفانه توی ایالات متحده به این بزرگی برگزار نمیشه. برای همین من خیلی دوست داشتم که بیام برای دومین بار این برنامه رو از نزدیک ببینم و برنامه‌های مختلفش رو شرکت کردم. اولین بار کی اومده بودی؟ و 2017. چه فرقی کرده از 2017؟ من به نظرم یک کمی کم جمعیتش کمتر شده، اینطوریه یا مشاهده من اشتباه است؟ اون چیزی که مهمه کیفیت برنامه است، نه تعدادش. و واقعا فستیوال با کیفیت برگزار شد و تنوع برنامه‌هایی که امسال بود واقعا به نظر من جمعیت بیشتری رو جذب کرد تا نسبت به سال قبل. ولی تیرگان همیشه کیفیتش رو بالا و بالاتر میبره. تو خودت اگه بخوای یکی از اون رویدادهایی که اینجا دیدی و برات چشمگیر بود رو انتخاب کنی، کدومشونه؟ من خب چون پژوهشگر هستم و توی آکادمی ها فعالیت میکنم، بزرگداشت دکتر نادری رو بیشتر از همه برنامه ها دوست داشتم، برای اینکه واقعا جاش خالی بود و واقعا اپریشیت کردم این برنامه رو که تو آکادمی ها دانشگاه تورنتو برگزار شد و یه فرصتی بود که متخصص های ایرانی همدیگر رو ببینن و ریسپکت بکنن به آقای نادری که جاشون خالیه. من یادم اینجا 4 سال پیش آقای نادری با ما صحبت کردن وقتی تیرگان 2019 بود، از امید گفت. آیا فکر می‌کنی جشنواره اینچنینی حضور چهره‌های آکادمیک مثلا در نشست روز شنبه درباره حکومت، نقش جامعه نخبه برای شکل دادن به ایران پس از این، چقدر می‌تونه امید بخش باشه برای مردم داخل ایران؟ نظر من اون چیزی که مهمه بریچ کردن یا به هم دیگه کانکت شدنه. ما متخصص های مختلف داریم همه جای آمریکا، همه جای اروپا، جامعه مهاجر زیادی داریم که توی تورنتو زندگی میکنن و اینا همه کامیونیتی هن و این دایاسپورا خیلی پراکنده است. به نظر من چیزی که کمک میکنه اینه که ما باید بیشتر با همدیگه کانکت شیم و زبون مشترک ایجاد بکنیم برای آینده بهتر. یاسمین، در واقع میشه گفتش که اینجا فقط یک بزرگ داشتی از هنر ایرانی در تورنتو نیست، یک نگاهی به درون ایران وجود داره، یک نگاه متحدانه نسبت به ایرانیان که احتمالاً جاشون خالیه و شاید هم یه روزی بشه که این امید وجود داشته باشه که چنین چیزی اونجا برگزار شه. آیا اینطور نیست به نظر تو؟ ای کاش که میتونستیم این جمع رو توی ایران داشته باشیم. و میبینم 3 تا کتاب به دست گرفتی و میدونی که برای بار اولی که اینجا این نمایشگاه کتاب ناشران غیر مستقل برگزار میشه، چقدر اون برای تو به عنوان یک آکادمیان جذاب بود؟ مرسی که این سوال رو پرسیدین. چیزی که واقعا نایابه توی آمریکا، بخاطر آمریکا کشور خیلی بزرگیه، فقط کالیفرنیا نیست و مایی که ایالت‌های دیگه زندگی می‌کنیم واقعا به محتوای فارسی دسترسی نداریم. چیزی که من خیلی اینجا دوست داشتم نمایشگاه کتابی بود که داشتن و کتابا هم خیلی از کتابا عناوینی بود که توی ایران نیست و خیلی هاش هم اونایی بود که توی ایران هست. بنابراین من فرصت و غنیمت شمردم، یه 3 تا کتاب گرفتم که قشنگ با خودم ببرم بخونم. اگه جا داشتی احتمالاً بیشتر می‌گرفتی، نه؟ احتمالاً بیشتر می‌گرفتم. مثلا چه چیزای جا گذاشتی؟ چه عناوینی یا می‌خواستی بگیری و نتونستی؟ کتابای داستانی رو نتونستم بگیرم که با خودم ببرم. امیدوارم که یعنی توی 2025 تیرگان اینجا ببینیمتون. به همراه آیا همراه شما کسی دیگه از آمریکا اومدن یا خیر؟ من خانوادم، با خودم خانوادم رو آوردم. ممنونم یاسمین که وقتی به ما دادی. فرداد هم ممنون ازت. فرداد، همینجوری که همه میدونن اینجا چند هزار نفر رو طی 3-4 روز به خودش جذب میکنه، همونجوری که دیدیم کسی مثل یاسمین از آریزونا با خانوادهش اومده اینجا و تا بتونه در کنار ایرانیان دیگه باشن که یادی از فرهنگ هنر ایران بکنن، برای حفظش، برای ایرانیان داخل آمریکای شمالی، ایرانیان خارج از کشور و خب اونا همش همینجوری که می‌بینی این توجه ویژه و متعهدانه رو دارن نسبت به ایرانیان داخل ایران، به خصوص در این 7-8 ماه 9 ماه این اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این احساس رو به من میده وقتی با تک تکشون صحبت می‌کنیم، اینکه این احساس مسئولانه بیش از قبل شده و این شاید تفاوت تیرگان 2023 باشه با تیرگان 2019 2017 اون چیزی که من اینجا شاهدش بودم. به
فرد یا شاید بیشتر از ما بقیه بچهای تیم ایران اینترنشنال اینجا تو در بخش‌های مختلف این جشنواره در این چند روز شرکت کردی. الان اگر برگردی خونه، دوستت، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت ازت بپرسه چه بود این جشنواره تیرگان، چطور گذشت، چی بهشون میگی؟ اصلا من این اقبال دارم که خانواده‌ام خیلیشون اینجا زندگی میکنن و میان و میرن، خب به این جشنواره میان، احتمالاً برادرم و خانواده‌اش اینجا باشن. اما واقعیتش اینه که احساس درونی اینه که دوست داشتم ای کاش چنین چیزی، این واقعا صمیمانه است، تو ایران اتفاق بیافته. مثلا من گروه رستاک رو برای مدت طولانی دنبال میکردم، برنامه موسیقایی داشتم و همواره برام جالب توجه بوده که چگونه اینا تلاش میکنن موسیقی محلی و نواحی ایران رو گردآوری کنن، حفظش کنن، موسیقی که سینه به سینه نقد شده، نسل به نسل نقد شده، گاهی اوقات از بین رفته و اونها اون تلاش متعهدانه رو کرده بودن و در شکل و شمایل تازه و جدید خودش ارائه کرده بودن و خب توی نقاط مختلف ایران اجرا میکردن، آلبومای مختلفی داده بودن. من اون آلبوم سومشون سرنای نوروز به نظرم یکی از جامع‌ترین نغمه‌های نوروزی محلی و نوایی ایرانه. تلاششون چشمگیر بود، اونها افتتاح کننده این جشنواره بودن. حضورشون اینجا شاید حضورش من واقعا مغتنم شمردم و امیدوارم اونها بتونن ارتباط خودشون رو با ایران قطع نکنن که بتونن در اطلاع در حفظ اون سنت ها اصالت های موسیقی ایرانی همچنان بکوشن. اون نغمه‌ای که خیلیشون با رفتن خیلی از اون بزرگانی که اونها نشست و برخاست داشتن باشون، شیر محمد اسپندار، کسانی که اگه برن ممکنه کسی دیگه نباشه، اونها تلاش کردن اونها حفظ کنن و حالا آوردنش اینجا برای یک جامعه بزرگتری، جامعه بین المللی ارائه کردن میتونه خوشیام باشه. و خب البته دیدن استاد بزرگی چون آقای کیهان کلهر هم برای من بسیار چشمگیر بود و با خودم به عنوان سوغاتی برمیارم خونه. ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم در میانه این جشنواره در آخرین روزش اینجا در تورنتو کانادا.